سلام و وقت شما بخیر به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملال رحمانی و همکارم منیر صمدی. خوش آمدید. سرخط خبرها: مبتلا شدن رئیس روزنامه‌های طالبان به تکلیف روانی پس از نشر صدایش. باشنده های ولایت کنر، 4 عضو یک خانواده پاکستانی به عنوان حاکمان ولایت کنر از سوی طالبان تعیین شدند. وابسته بودن جنگجوی کشته شده در وزیرستان به طالبان افغانستان. یک دختر جوان در غور با سلاح شکاری خودکشی کرد. کشته شدن 11 پلیس پاکستان در پنجاب در نتیجه کمین رهزنان. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که توسط ملا هبت الله برای زنان توشیح شده است. شورای مقاومت ملی میگوید ممنوعیت ورود بنت به افغانستان تلاش طالبان برای پنهان کردن نقض حقوق بشر است. و دو حمله جبهه آزادی بر علیه طالبان در کابل. نشر صدای عزیز بریالای رئیس روزنامه‌های طالبان در ارتباط به قضیه اسماعیل هنیه توسط ورسا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان را عصبانی ساخته است. خیرخواه در ابتدا بریالای را با صابر پویا مدیر اجرایی آن ریاست احضار و توسط مامورین استخبارات استنطاق می نماید و پس از آن مکتوب تهدیدآمیز می دهد که وزارت اطلاعات و فرهنگ را ترک نمایند. بالاخره پس از چندین مکتوب و هشدار شفاهی روز چهارشنبه 31 اسد 1403 بریالای توسط خیرخواه از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشیده شده و به تعقیب آن هدایت داده شده است که پرسنل و شعبات مربوط به روزنامه ها نیز از ساختمان وزارت فرهنگ به تعمیر ریاست گردشگری انتقال داده شود. تعمیر ریاست گردشگری اینترنت و برق 24 ساعته ندارد. پس از اینکه منافقت و درویگی طالبان در صدای بریالای توسط ورسا افشا شد، عزیز بریالای دچار اختلال شدید روانی شده است. باشنده های ولایت کنر به هزار اولد گفتند که 4 عضو یک خانواده پاکستانی در حاکمیت ولایت کنر افغانستان از سوی طالبان تعیین شدند. گفتند که این فرد والی کنر است، برادرش ولسوال ولایت کنر است و دو برادر دیگر برادر زنش در بخش ریاست این ولایت تعیین شدند. منابع به هزار آورد میگویند که در نتیجه حمله اخیری که نظامیان پاکستانی بر ضد ستیزه جویان در منطقه رزمگ وزیرستان شمالی انجام دادند، حافظ مجیب الرحمن باشنده اصلی ولسوالی چرخ ولایت لوگر نیز کشته شده است. منابع محلی در ولایت غور به هزار آورد میگویند که یک دختر جوان به نام سلیمه در ولسوالی تیوره این ولایت با سلاح شکاری گرم خودکشی کرده و به زندگیش پایان داده است. منبع افزود که این دختر باشنده روستای کلگوی ولسوالی تیوره بوده است. به گفته این منبع، سلیمه با سلاح شکاری دست به خودکشی زده و به زندگیش پایان داده است. انگیزه این خودکشی تا اکنون روشن نیست. مسئولان محلی طالبان در غور تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه کمین راهزنان مسلح به کاروان پلیس در ایالت پنجاب این کشور دست کم 11 پلیس کشته و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. پلیس پنجاب نیز در بیانیه گفته که این حمله در منطقه رحیم یارخان زمانی رخ داده که افسران پلیس در حال عبور از یک منطقه متروکه بودند که راهزنان بر آنها حمله ور شدند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که توسط ملا هبت الله توشیح شد، آمده است که دوستی با کفار و کمک به کفار از منکرات است و صدا، صورت و بدن زنان عورت است. در این قانون تاکید شده است که نشر صدای زنان حتی اگر تلاوت قرآن باشد ممنوع است. با این حال چرخش رژیم طالبان با کمک های امریکا و اروپا می چرخد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید
که ممنوعیت ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشور، تلاش طالبان برای پنهان کردن نقص گسترده حقوق بشر است. این شورا روز جمعه دوی سنبله با نشر اعلامیه این تصمیم طالبان را نکوهش کرده است. در اعلامیه آمده است، طالبان با این اقدام تلاش می کنند که روی جنایات گستردهشان در همه زمینه ها رو پوش بگذارند و اجازه ندهند تا صدای مظلومیت مردم افغانستان به گوش جهانیان برسد. طبق اعلامیه این اقدام نشان می دهد که طالبان دست به اقداماتی زدند که افشای بخشی از آن توسط آقای بنت سبب روشن شدن ماهیت و برانگیختن خشم این گروه شده است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات تصریح کرده است که جامعه جهانی باید متوجه تعامل خوشباورانه ایشان با طالبان باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه هفته روان گفته بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیگر اجازه سفر به افغانستان را ندارد. از جانب استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته نیز در یک نشست خبری گفته بود که منع سفر ریچارد بنت به افغانستان باعث نمی شود که او از این کشور گزارش ارائه نکند. جبهه آزادی اعلام کرد که پنجشنبه یکم شهریور 22 اوت دو حمله علیه نیروهای طالبان در شهر کابل انجام داده است. در اطلاعیه این جبهه آمده است که نیروهای این جبهه و پاسگاه سیار نیروهای طالبان در نزدیکی ازگاه سرک اول نزدیک به سرای شمالی در ناحیه 11 شهر کابل حمله کردند که در نتیجه آن 30 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در این اطلاعیه ذکر شده است حمله دوم پس از تجمع ملیشه های طالب در محل انجام شد که تلفات سنگین بر دشمن وارد گردیده، اما رقم دقیق کشته شده ها و زخمی های ملیشه های جنایتکار طالب مشخص نیست. جبهه آزادی گفت که در این دو حمله بین نیروهای این گروه آسیبی نرسیده است. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.